به درس یکی مونده به آخرمون رسیدیم خب تو این درس این نگاهی میکنیم به منوها و چیزهایی که توی اینجا وجود داره و ممکنه به درد شما بخوره پرفرنس ما توی منوی کالر چیزی که قبلا در موردش صحبت کردیم اینجا یه سری دایرکتوری و یه سری تنظیمات هست اگر خواستید شما توی مود هش بیت کار نکنید و توی مود فلوت یا همون 32 بیت کار بکنید این رو اینجا روی فلوت میذارید. از نظر محاسباتی خیلی پیچیده تر میشه و کار سنگین تر میشه ولی خب ممکنه یه مقدار جزئیات بیشتری رو ببینید هر چند معمولا برای کار تلویزیونی من خیلی توصیه نمیکنم چون رنگ ممکنه خیلی اوت بشن و خیلی هاشون توی تلویزیون دیده نشن توی منوی فایل نیو اوپن و سیف عناوین خیلی خیلی آشنایی هستن ایمپورت شما برای شرطی که بخواین یک کلیپ رو از توی هاردتون از هر جایی وارد کالر بکنید که البته بعد بیاید اینجا از طریق این منوی ستاب و از طریق اگر تامنیل از اینجا بعد این کار رو انجام بدید اکسپورت شما فقط تصویر ثابت جی پیگ ای دی ال اکس ام ال و ال یو تی رو براتون اکسپورت میکنه تو برای شرطی که میخواییم برگردیم به فانال کات clear display LUT in lookup table شما ریست میکنه reconnect media برای شرطی که شما جای تصاویرتون رو توی هاردتون عوض کردید و حالا میخواید دوباره اونها رو درست بکنید و به کالجاشون رو نشون بدید gather rendered media برای زمانی که شما میخواین تمام فایل های رندر شده رو به یه فولدر منتقل بکنید پراکسی برای شرایطی که شما مثلا روی تصاویر HD دارید کار میکنید خیلی سنگینه سیستم خیلی کند کار میکنه و میتونید براش یه سری پروکسی درست بکنید که اندازه های کوچیک تری داشته باشه روی اون کار بکنید و بعدا خروجی با سایز بزرگ بگیرید ادیت نیازی به توضیح فکر داشته باشه پنجره گرید رو منوی گرید رو تقریبا تقریبا کنار دقیقا تمام چیزهاش رو گفتیم رومز شما همین تپ هایی که اینجا داریم تایملاین شما این چند تا عنوان اولی که دارید برای کار ادیتینگ ترجیحا توی کالر ما کار ادیتینگ نمی کنیم هر چند که میتونید این کار رو هم انجام بدید زوم از اون کردن روی تایملاین تاگل پلی, باق... تاگل پلی مود که قبلا در موردش صحبت کردیم این پوینت و آوت پوینت شما که فقط برای پلیبک هست به طور مثال من میخوام فقط از اینجای کلیپم رو به صورت لوپ پلی بشه تا اینجاش که اینو آوت رو میذارم اد کی فریم ریموف کی فریم چینج کی فریم تایپ رو هم گفتم خدمتتون چینج کی فریم استیل استور همین چیزی که شما اینجا داشتین انیبل یا دیزیبل کردنش روشن یا خاموش کردن این استور مثل همون سیوی که شما از اینجا میزنین و رندر کیو که درس آخر ما خواهد بود خب تنها یک نکته میمونه به غیر از رندرینگ اون هم آوردن و بردن فایل ها از فاینال